سلام علیکم، خسته نباشین، قربان شما، مرسی. قربان شما، آقا خدا قوت، سلام، سلام. بله هله، 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 سلام، سلام به روی ماهتون، خانوها، آقایون عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه، پر انرژی، شاداب، سرزنده، امتحان نهایی ها رو ترکونده باشید به لطف زحماتی که هم خودتون هم همکاران من تو مجموعه کشیدن، انشالله که به بهترین نحو پشت سر گذاشته باشید. همین اول کار یه تشکر جانانه بکنم از تک تک عزیزانی که پیام های زیبا به هم دادن، واقعا پر انرژی بود. یعنی من بعد از دوره امتحانات نهایی خیلی خسته بودم، ولی پیام هایی که به هم رسید واقعا خستگیم در رفت. دمتون گرم، دمتون گرم از این همه انرژی. انشالله امروز هم هستم کنارتون، یه حدوداً دو ساعت، حالا یه ذره کمتر یا بیشتر، دو ساعتی با دوپینگ کنکور 1401. قراره امروز چه کنیم؟ توضیح بدم حالا تا بقیه دوستامونم توی آپارات به ما اضافه بشن. آپارات داره رکوردش میره. آها. شما لایو رو ادامه بدید بچه‌ها، چون حالا رکوردش داره میره. ما وقت موقعی که آپارات بیاد فعلا بچه ها تو اینستاگرام هستن تا وقتی که آپاراتش بده. آپارات داره پنج دقیقه دیگه میاد، از ادامه همون مبحثتون بعد آفلاینه رو میتونن بعدم ببینن. ایوه. خب ما قراره امروز چه کنیم عزیزان؟ قراره امروز چند تا مبحث خوشگل از فیزیک کنکورتون رو براتون بتره کنیم.
یعنی چی؟ یعنی بیایم 0 تا 100شو بهت بگم و قطعاً از هر کدوم شما تست کنکور داری. یعنی اگه تو این یک ساعت و خورده‌ای با من همراه باشی رو چند تا از تستای کنکور دیگه فکر نکن، خیالت راحت باشه. با توجه به زمان محدودی که داریم فقط چند تا مبحث میتونیم از اینا بگیم، ولی کامل میگیم، انشالله به آتیش میکشیم اینا رو. میخوایم از مباحثمون شروع کنیم. حالا امروز دلم میخواد از مبحثایی شروع کنم که مطمئنم همه رو، حالا من قبل از اینکه اینو حالا استارت بزنم در حین لایو هم بهتون میگم چی شده که من اینا رو استخراج کردم. مستندسازیشو تو پیج براتون گذاشته بودم. نگاه کنید، من اومدم کنکورهای سالهای اخیر رو یه آنالیز کردم، تطابق دادم با کتاب درسیتون. سنجش گفته که کنکور امسال خیلی کتاب محورتره، متفاوت هم هست. 50% قضیه به اعتقاد من روی سوالات کتاب درسیه که تا حالا تو کنکور یا نیومده، یا اگه اومده خیلی کمرنگ بوده، تو چند سال اخیر نیومده. اونا رو آوردم در قالب تست، نکاتش رو مطرح میکنیم. مطمئنم درصد خیلی زیادیش تو کنکور سرسری میاد. یه بخشی از سوالات گزینشی امروز هم برمیگرده به مهمترین تستای کنکورهای سرسری سالهای گذشته. یک کلام ختم کلام، امروز تو این یک ساعت و خورده ای شما میتونید هر مبحثی که میگم تستش رو تو کنکور بزنی. این از این. حالا بچهای همایشی فردا 30-31 خرداد که دیگه این دو روزی که همایش داره، میگه کل مباحث رو انشالله پایه و 12 رو با هم دیگه جمع و جور میکنیم. حدود 100، من گفتم 100 تست احتمالی، 110 تا فکر کنم تست ناب، تست خوشگل به اعتقاد خودم، درصد نمیگم حرف خیلی درستی نیست، درصد فوق العاده بالاییش مشابهش در کنکور سرسری میاد تو همایش فردا و پس فردا، که حالا امروز خبرای خوشی هم براتون دارم. بریم سراغ گرما. عزیزان، مباحثی که انتخاب کردم حتما تا آخر همراه من باشی. میدونم تک تک این مباحث مباحث چالشی تونه، میدونم تست کنکوره، پس حتما همراه هم باش. حرف آخرم قبل از اینکه شروع کنم، یادت توی لایو نهایی گفتم که محاسباتش خیلی عجیب غریبه، یعنی بیشتر شما تو محاسباتش میلنگید. میخوام چند تا نکته، همه شما میدونید که گرمای تغییر دما میشه MC دلتا تتا یا Q مساویه با C دلتا تتا. MC M جرم C کوچیک گرمای ویژه است، C بزرگ ظرفیت گرماییه. گرمای ویژه به جنس بستگی داره، ظرفیت گرمایی به جرم و جنس. کیو تغییر حالت، یه دونه مثبت منفی MLF داریم، یه دونه مثبت منفی MLV داریم. مثبت MLF ذوبه، منفی MLF انجماده. مثبت MLV تبخیره، منفی MLV میعانه. مثبت ها بچه ها فرآیندهایی که گرما گیره، ماده گرما میگیره، کیو مثبته، منفی ها گرما از دست میده، گرمازار. حالا چالش ما توی چی هست گفتم؟ توی محاسباته. برای محاسبات، ساده تر شدن محاسبات، شما خیلی با آب و یخ سر و کار دارید. کنکوری نبوده که، سالی نبوده که تو اون سال یا رشته ریاضی یا تجربی یا هر دو مسئله آب و یخ نیاد. بنابراین به این توجه کنید. همه ای ما میدونیم که سی یخ 4000، سی آب 4200. گرمای ویژه آب 4200، حدود 4200 جول بر کیلوگرم کلوین. بچه سی یخ مگه 2100 نیست؟ پس میتونیم به سی یخ بگیم شما 1/2 سی آب باش. 2100 نصف 4200. LF چی؟ LF یخ معمولا 336000 جول بر کیلوگرم یا 336 جول بر گرمه، که ما اگر اینو تقسیم بر 4200 کنیم میتونیم LF یخ رو بگیم 80 برابر سی آب. LV برای دماهای مختلف متفاوته، مثلا برای آب 100 درجه حدود 2,268,000 جول بر کیلوگرمه. LVه، پس آب 100 درجه اگر این عدده باشه 540 برابر سی آبه. پس چیزی که برای من مهمه این که شما این نسبت‌ها رو بلد باشید. گرمای ویژه یخ 1/2 گرمای ویژه آب، LFش 80 تا سی آب، LVش 540 تا سی آب.
دریابین و که تو کنکورت میبینی اون موقع درگیر محاسبات نمیشی. خواهش میکنم. من قرار یک کات بدم. بله. چون داره رکورد میشه. الان جا کات آپارات به آپارات هم. بله. یک لحظه با بچه ها صحبت کنید ولی خب صحبتتون درسی نباشه. درسی نباشه. بله. من که موقعی که رکورد خواستم بزنم اوکی. خب من چند تا نکته بگم به بچه ها. دوستان عزیز به این بهانه حالا تا مشکل فنی جابجایی فنی انجام شد چند تا نکته بهتون بگم. عزیزان فیزیک درس پرفشاریه، فیزیک درس پرحجمیه، خیلی حجمش زیاده، اما تو این زمان باقی مانده اگر بخوای سراغ منابع تستی مختلفت بری، کتاب تستایی که زدی، جزواتی که زدی، چیزی جز سردرگمی برات نداره. نمیخوام بگم اگر اینها رو گوش کنی، همایش فردا رو شرکت کنی و از این داستانها میری 70 میزنی، میری 80 میزنی. نه، واقعا به سطحت بستگی داره. ولی یه چیزی میگم، قطعا افزایش درصد از 100 تا 110 تا تستی که توی همایشه و حدود 20 تا تستی که امروز اینجا میخوایم حل کنیم که شاید فقط 4 تا مبحث باشه، چیزی که تو همایشه خیلی از بچه‌ها به من دایرکت میدادن دوستان که آقا ما دو طرف رو دم شما میگم. بعد از الان به بعد فرض کنید که اون موقعی که کات زدم تو رکورد این دو تا رو به هم دیگه میچسبونم. الان لایو آپاراتم هست. بسیار عالی. بسیار. سلام عرض میکنم خدمت بچه‌هایی که توی آپاراتم به ما اضافه شدن، بینندگان خارج از کشور در کنار ما هستید شما. عزیزان داشتم اینو میگفتم، این سوالایی که امروز دارم میگم واسه دو سه تا مبحث هلوه توی کنکور که گوش بدی تستاشو زدی. دنبال این منبع اون منبع نگرد تو چند هفته آخر، به حرف من گوش کن، این به نفع شماست. داریم راجع به گرما حرف میزنیم، فرمول تغییر دما ام سی دلتا تتا ام ال اف و ام ال وی هم برای تغییر حالت. خروجی حرفم تو این چند دقیقه این بود که گرمای ویژه یخ نصف گرمای ویژه آبه، LF یخ حدوداً 80 برابر گرمای ویژه آبه، LV آب 100 درجه به شرط 2,268,000 540 برابر سیابه. این 80 برابر رو دریاب. بریم سراغ تست اول. میگه 20 گرم یخ در دمای 0 درجه که همون نقطه ذوبه، یخ آماده ذوب شدنه، قرار دارد. چند جول گرما لازم است تا آن را ذوب کنیم؟ پس یخ صفر باید بشه آب صفر و دمای آب حاصل به 50 درجه فارنهایت برسه. تست کنکور 1400. بیا اینجا. اول تنها چیزی که در درجه اول تو ذوب میزنه این 50 درجه فارنهایته. همه شما میدونید که F برابر است با 9 پنجم تتا به علاوه 32. این 9 پنجم و 1 و 8 هم مینویسن. به جای F میذارم 50، 32 بیاد این ور منهاشه میشه 18 مساوی 9 پنجم تتا. ساده میکنم، به 9 1، به 9 2، 2 5 تا 10 تا. پس دمای نهایی که گفته 50 درجه فارنهایت همون 10 درجه سانتیگراد خودمونه. بنابراین ماجرا از این قراره که قراره یخ 0 درجه بشود آب 0 درجه، سپس بشود آب 10 درجه سانتیگراد. با هم موافقی؟ کیو کل بچه تو مرحله اول چه اتفاقی افتاده؟ یخ ذوب شده. فرمول MLFه. MLF خیلی دارم لفتش میدم ولی ارزشش رو داره یه بار خوب یاد بگیری. آب صفر داره میشه آب 10، تغییر دمای نه حالت، MC دلتا تتا. به هم اجازه بدید تو مرحله بعدی بیام سراغ عدد گذاری ولی با یه حرکت خفن. جرم چقدره؟ 20 گرمه. نگاه کنید اطلاعاتو، گرمای ویژه آب داده 4.2 جول بر گرم درجه سانتیگراد، الف داده 336 جول بر گرم. خب وقتی دوتا جمله من کمیت هایی دارن که بر حسب گرمه، چرا من باید جرمم رو تبدیل واحد کنم؟ نمیخواد. پس ام ها رو هم میتونم فاکتور بگیرم، 20 فاکتور گرفتم، هم تو اینه هم تو اینه و تبدیل واحد هم نکردم. بچه های عزیز ال اف رو گفتم چی بگیرید؟ وقتی 336 گفتم 336 80 برابر سیابه، پس این میشه 80 تا 4200. خود سیابم خود 4200، البته
وقتی من اونجا دارم گرم میذارم دیگه اینجا باید 80 تا بگم 4 و 2 دهم. این یکم میگیرم خودش 4 و 2 دهم چون گرم گذاشتم. دیگه از چی میشه فاکتور گرفت این دوتا جمله؟ اما رو فاکتور گرفتم، 4 و 2 دهم رو هم فاکتور میگیرم. من خیلی علاقه به کسری دارم، اعتقاد دارم محاسباتش راحت تره. پس یه ام گرفتم بیرون، یه 4 و 2 دهم گرفتم بیرون. از جمله اول یه 80 موند، از جمله دوم ام و 4 و 2 دهم رو کشیدم بیرون، یه دلتا تتا موند. 80 رو تو پرانتز می نویسم به علاوه دلتا تتا از 0 شده 10، میشه 10 تا، جمعش میشه 90 تا. حل تا اینجا صفر این با صفر این میره، 2 تا 42 تا میشه 84 تا. حالا اینجا رو گوش کن، 84 ضرب در 90، یه صفر که داره هیچ بعد از صفر، یعنی رقم دوم سمت راست. عزیز دل من، مگه نباید 4 تو 9 ضرب شه بهت 10 گان بده؟ 4 9 تا 36 تا 6 بهت میده. رقم دوم سمت راستت 6ه، تنها گزینه تو 4ه. حل کردی؟ نمیخواد محاسبه کنی، یعنی واقعا شما بلد باشید. من خیلی لفتش دادم و توضیح دادم، اینا رو نوشتم. یه بار دیگه سریع با هم بریم. اول وقتی میگه دمای نهایی به 50 درجه فارنهایت برسه، یعنی F رو بذار 50، ببینیم 50 درجه فارنهایت چند درجه سلسیوسه. به دست اومد، گذاشتیم اینجا شده 10. حالا یخمون باید ذوب شه، یه MLF دارم، بعد باید تغییر دما بده، یه MC دلتا تتا دارم. مشترکات دو تا جمله رو کشیدم بیرون، فاکتور گرفتم. جرم 20 گرم تبدیل واحد ضرورتی نداشت، الکی زمان بره، امو کشیدم بیرون. هم تو دل LF میتونم بگم 80 تا 4200 یا 4.2 دهمه، هم خود سی 4.2 دهمه، یه 4.2 دهم هم بکش بیرون. درست شد که 42 دهم، از این یه 80 مون، از این یه دلتا تتا 10 مون. ضرب آخر رو هم با یه مهارت خفنی گفتیم صفرشو بذار، 4 نقطه 36 رقم دوم 6 بهت میده اونه. اگر نشد ادامه میدی ضرب تو، اگه دوتا گزینه 6 داشت 10 کانش ادامه میدی. این از این. چه داریم میکنیم ما؟ بریم سوال بعدی. گرما، گرما ببین 0 تا 100 گرما داریم تو این قسمتی که توی لایو امروز داریم میخوایم بهتره کنیم. به مقداری جرم نداده، یخ 0 درجه خط بکش. در فشار 1 اتمسفر میخواد بگه تو 0 درجه ذوب میشه، تو شرط استاندارد گرما میدیم. پس بچه یخ 0 درجه داریم، گرما دادیم بهش و آن را به آب با دمای 20 درجه تبدیل میکنیم. یه مرحله ای میاد، نه دیگه، یخه باید اول آب 0 بشه، آب 0 بشه آب 20 درجه. چند درصد؟ یا خدا، خیلی از شماها درصد میبینید فرارید، میترسید. نترس، گوش کن. چند درصد گرمای داده شده؟ منظور از گرمای داده شده، منظور کل گرمای داده شده است، صرف ذوب کردن یخ شده. با هم موافقی که یخ 0 درجه بخواد بشه آب 20 درجه، باید بشه آب 0 سپس بشود آب 20. با هم موافقی که اینجا ذوب رخ داده، اینجا Q1 MLF، اینجا MC دلتا تتای چون تغییر دما رخ داده. سوال چی میخواد؟ سوال میگه نسبت گرمایی که ذوب رخ داده نسبت به کل گرمایی که بهشون دادی ضرب در 100، چون درصد میخواد، اینو میخواد. چند درصد گرمایی داده شده صرف مرحله ذوب شده، اون مقداری که برای ذوب استفاده شده نسبت به کل ضرب در 100. خب حالا بیایم اینجا، بریم سراغ این دوتا MLF و MC دلتا تتا. بذار من اینو پاک کنم، پس اینو بیارم یادداشت کنم بعد اینو بنویسم. کیو ذوب بچه ها LF رو نگاه کنید 336، دوباره 80 برابر 30 آبه. M رو که ندارم ضرب داره، به جای LF میذارم 80 تا 30 آب. به جای LF گذاشتم 80 تا 30 آب. Q مساویه این یکی. حالا M رو ندارم، 30 آب رو دارم، نمیخوام بذارم، دلم نمیخواد. دلتا تتا چقدره؟ الان میبینی چرا دلم نمیخواد. 0 تا 20 میشه 20 درجه هم تغییر دما دارم. درست شد، اینم 30 آبه دیگه. حالا مگه نگفتیم ما Q ذوب رو میخواییم به روی Q کل ضرب در 100؟ بچه کدوم مرحله ذوب بود؟ این میشه M ضرب در 80 تا 30.
کل چیه؟ کل میشه جمع این دوتا. این چقدره؟ این 20 تا ام سیه، این یکی 80 تا ام سیه، میشه 100 تا ام سی. 100 تا ام سی، سی با سی میره، ام با ام میره، یه ضرب درصد هم اینجا میخواست، این درصده میشه 80%. یعنی شما یه ذره مهارت تو محاسبه داشته باشی، بدونی اونو نباید جایگذاری بکنی، الف و علکی نداده نذاری، خیلی راحته. اما اگه بخوای بذاری باید درگیر شی، هی شروع کنی محاسبه کردن. جایی هم که دست به محاسبه میبری آغاز اشتباه هاست و تمام گزینه ها اسکولیاب طراحی شده برای اینکه شما رو به دام بندازن. اینم از این سوال. خب اما به به به، آتیش بازی رو میخوایم شروع کنیم. آماده این؟ عزیز دلم، آب و یخ دیدی قاطی میشه؟ مخلوط آب و یخ رو دیدی قاطی میشه؟ وقتی آب و با یخ قاطی میکنی نمیدونی چی پیش میاد. تو خیلی از سوالات گنگه، بهت نمیگه. بعضی از سوالات هم که بهت میگه آب میمونه یا یخ میمونه، انقدر سوال طولانیه و داده ها زیاده شما گیج میشید. میخوام یه روش خوشگل بهت بگم که سوال فوق‌العاده احتمالی کنکور 1401 تو با کمتر از بگم 30 ثانیه بتونی حلش کنی. کمتر از 30 ثانیه، بیا با من باش. میخوایم آب و یخ رو به روش دهنده گیرنده حلش کنیم. شما فرض کنید آب تتا درجه دارید، در ابتدا میخواید با مقداری یخ منفی تتا درجه اینو ترکیب کنید. آبی که دماش مثبته با یخی که دماش منفیه، قرارشون رو میذاریم روی آب صفر درجه سانتیگراد. این دوتا باید برسن به آب صفر. خب آب تتا درجه تو چند گام پیش میاد؟ یک گام. فقط یه ام سی دلتا تتا میخواد تغییر دما. بچه من به آب میگم دهنده. چرا دهنده؟ چون انرژی آزاد میکنه دیگه. دهنده چقدر میشه؟ دهنده ام سی دلتا تتا نمینویسم، مینویسمش ام تتا. به حرفم گوش کنید، آخرش میگم دلیل این نکته چیه و اینم میگم که 1% دقیقا همین نسبتشه. 1% اگر یه اتفاق دیگه افتاد باید چیکار کنی؟ آب تتا میخواد بشه آب صفر، یه گرمای آزاد میکنه، ام تتا انرژی آزاد میکنه، ام سی دلتا تتا ننویس دیگه. یخ منفی تتا درجه نمیتونه یه مرحله ای به آب صفر تبدیل شه، اول باید بشه یخ صفر درجه، تو گام بعدی باید بشه آب صفر درجه، تغییر دما، بعد تغییر حالت. تو مرحله بعد بچه به یخ میگم گیرنده، داره انرژی میگیره. گیرنده چقدر انرژی میگیره؟ تو مرحله اول یه تغییر دما داره، ام سی دلتا تتا، بنویس 1/2 ام تتا. دمای یخو ببر تو قدر مطلق، چون میدونیم دمای اولیش منفیه. به علاوه گام دوم ام ال اف دیگه داره ذوب میشه، بنویسش 80 ام. باهوشا فهمیدن این از کجا اومده. من هم دهنده رو هم گیرنده رو تقسیم برای 4200 کردم. ام سی دلتا تتا آب، سی آب پریده، سی یخ که 2100 بود به 4200 تقسیم شده، یه 1/2 مونده و ال افی که 336000 تقسیم برای 4200 شده 80. حالا تو این تبادل ها شما باید یه چند تا حالت رو شناسایی کنید. 5 تا حالت داره. حالت پنجمش خیلی نادره، اینو نمیگم. 4 تای اول رو بهت میگم. تو حالت اول اگر دهنده از گیرنده بیشتر باشه، دهنده از گیرنده یعنی گرمایی که آب آزاد میکنه بیش از نیازی باشه که یخ میخواد، خب بچه یعنی یخ با اون گرمای زیادی که آب بهش میده ذوب میشه. ذوب که میشه هیچ، دماش هم میاد بالاتر، دمای تعادل میره بالاتر. در این حالت شما فرمولتون میشه تتایی که میدونید یعنی دمای تعادل برابر میشه با دهنده. دهنده کی بود؟ آب بود. فرمولش چی بود؟ ام تتا منهای گیرنده. گیرنده کی بود؟ یخ بود. فرمولش چی بود؟ 1/2 ام تتا به علاوه 80 ام. با من تکرار کن، تقسیم بر مجموع جرمها. این میشه فرمول حالت اول. دمای تعادل هم از صفر بیشتر میشه. شرطش چیه؟ دهنده از گیرنده بیشتر باشه. وایسا برمیگردیم بریم یه سوال حل کنیم. اینا همشون تست کنکورن، همشون تست کنکورن، تست تعلیفی نیستن. مقداری یخ صفر درجه، نگفته جرمش، یخ صفر درجه با همان مقدار آب 90 درجه.
چون دوتا ماده دارم با یه خط و دو خط زیرش خط میکشم. دمای تعادل چند درجه است؟ بچه هیچ اشاره ای نکرده که یخ ذوب میشه کامل بخشیش، هیچی نگفته. بهم بگید دهنده کی بود؟ دهنده آب بود. بچه ها فرمولش چی بود؟ ام تتا. ام آب چقدره؟ نمیدونم. دماش 90 میشه 90 ام. گیرنده کی بود؟ گیرنده یخ بود. دمای یخ 0. پس جمله 1/2 ام تتا حذف میشه. اجازه بدید اولین سوال رو بذارید بنویسم فرمولاشو که همه یاد بگیرن. دهنده ام تتا بود. ام تتا کی؟ آب. ام آب چقدره؟ نمیدونم. این ام، اینم چون گفته همان مقدار یعنی جفتش ام. دما هستش 90. آقا ارادت. آقا ارادت حال شما خوبه؟ آقا داری میتره کنیم فیزیک. بزرگوارین، مرسی. 90 ام شد دهنده آب. گیرنده کیه؟ گیرنده یخه. فرمولش بود 1/2 ام تتا به علاوه 80 ام. ببین عزیز من زود نره سراغ جاگذاری، برو نگاه کن دمای یخت اگه صفره بی خیال جمله اول شد، چون تتا صفر شد پر جمله اول. 80 ام باقی موند. بچه کی اکی بیشتره؟ آقا اینا رو من باید بنویسم؟ حتی اگر بنویسی از اون روش تشریحی معذرت میخوام مزخرفی که خیلی از کتابا حل میکنن باز بهتره، ولی لازم نیست. شما فرمول تو ذهنت عددا رو مینویسی. کی اکی بیشتره؟ مگه دهنده بیشتر از گیرنده نیست؟ 90 ام بیشتر از 80 ام. پس میری سراغ حالت اول، یعنی کل یخ ذوب میشه، دمای تعادل میشه دهنده منهای گیرنده که میشه 10 ام تقسیم بر مجموع جرم ها. تقسیم بر ام کنی میشه 10. یکو میزنی اسکولیا بزدی. مجموع جرم ها ام ام 2 ام تقسیم کنی میشه 5 درجه سانتیگراد. گزینه 2 جواب ماست. آقا اطلاعات سوال چی شد؟ اطلاعات سوال یه نیم نگاه بهش کردیم ولی ازش استفاده نکردیم. محاسباتمون هم همین بود، تموم شد. این تست تموم شد همینجا، اینا رو بی خیالش. برمیگردم بالا، بریم سراغ حالت دوم. همیشه که نمیشه دهنده از گیرنده بیشتر بشه. این حالت 1 بود. 1 ببین منظم مرتب. 2 اگر دهنده با گیرنده برابر باشد چه اتفاقی میفته؟ خب بچه ها، یعنی هرچی گرم آب آزاد میکنه یخ دقیقا همونو میخواسته برای ذوب شدن. پس یخ ذوب میشه ولی دما دیگه از 0 درجه بالاتر نمیره. فرمول جدیدی نمیخواد حفظ کنی، همین دهنده مساوی گیرنده رو بنویس. گیرنده تو بود 1/2 ام تتا به علاوه 80 ام، دهنده تو هم بود ام تتا. بچه ها اما رو خط بزنم سه تا جمله. اگه میگی آره هنوز درکش نکردیم فرمول چیه، اشتباه، نباید خط بزنی. این جرم آبه، این جرم یخه، اینم جرم یخه. من نمیتونم اینو با این خط بزنم. این فرمول منه، دهنده با گیرنده برابر. بریم سراغ تستش. بیا اینجا میگه درون ظرفی، خط بکشیم، 200 گرم یخ منفی 10 قرار دارد. حداقل چند گرم آب با دمای 20 اضافه کنیم تا تمام یخ ذوب شود؟ این دوتا عبارت رو دقت کن، قرار یخ ذوب بشه، حداقل چقدر آب بریزیم تا کل یخ ذوب بشه؟ یعنی حق داری فقط مقداری آب داغ روش بریزی که یخ ذوب بشه ولی دماش بالاتر نره. این یعنی خود حالت دو. این دوتا میکسش یعنی حالت دو، کل یخ ذوب شود ولی اما تتایی صفر بماند، نه حالت یکی که دمای تعادل میرفت بالاتر. خب وقتی اینجوریه من فرموله می نویسم، 1/2 ام تتای به علاوه 80 ام به عنوان گیرنده میشه ام تتای دهنده. به چی نگاه کن؟ یخت صفره؟ نه. پس این جمله رو داری، عدد بذار. 1/2 جرم یخ 200 گرمه. آقا گرمه نمیخواد، بذار بمونه، همه گرمن. تتای یخ منفی 10 10 میذارم. بین جملات فاصله بذار، ضرب و به علاوه قاطی نکنی با هم. اینو جدا، 80 تا جرم یخیم هنوز، 200 تا مساوی جرم آبو میخوام، ضرب داره 20 درجه. اگر اینا رو ضرب کنی این ور اون ور کنی درست به دست میاد، اما یه کار بهتر ساده کن،
هر سه تا جمله تو به یه عددی که میتونی ساده کن، به 20 به 20 به 20. آقا اینور یه امون، خانم اینور یه امون، این چی مونده ازش؟ 100 تقسیم بر 2 50 به علاوه 800 850 یا ابوالفضل. تموم شد. حالا برو در بزن تو سرت واسه سوال حل کردن. سوال گرما، یکی از پرمحاسبه ترین مباحث کنکور سراسری. در میرید الان مطمئنم خیلیاتون میگید عجب خفن، مطمئنم. بریم بالا حالت 3. حالت 3 اینا تعادل داری تو کنکورتا دوست عزیز، این لحظاتو قد بدون، داری تو کنکورت از این سوالات. اگر دهنده ناکن، دفعه اول بزرگتر از گیرنده بود، دفعه دوم برابر گیرنده شد، حالا چی؟ دهنده بزرگتر کوچیکتر از گیرنده است، اما از گیرنده 1 هنوز بزرگتره. دوست عزیزم این حالت رو دریاب، حالت 3 رو خیلی دریاب. آقا من نفهمیدم یعنی چی؟ ببین اگه دقت کرده باشی دهنده یه مرحله بود، آب تتا شد آب 0، اما یخ منفی دو مرحله باید بیا جلو به آب 0 برسه. مرحله اولش تغییر دمای، اسمشو میذارم گیرنده 1، فقط تغییر دما میده بشه یخ 0. تو مرحله دوم که تغییر حالته بهش میگم گیرنده 2. حالا حالت 3 چی میگه؟ باید درکش کنی ها. میگه ببین دهنده زورش به کل گیرنده نمیرسه، یعنی گرمایی که آب آزاد میکنه نمیتونه کل یخ رو ذوب کنه، اما از گیرنده 1 زورش بیشتره، یعنی یخ منفی بخواد بشه یخ 0 میارتش، یخ منفی رو میاره یخ 0. اینجایی که باید یخ 0 رو بکنه آب 0 زورش نمیرسه، کل یخ ذوب نمیشه. پس کل یخ تغییر دما میده، اما تو مرحله ذوب بخشی از یخ ذوب میشه. فرمول چی میشه؟ مینویسم بگو چه فرقی با حالت 2 داره پیش خودت. 1/2 امتتاع به علاوه 80 ام مساوی امتتاع. به نظرت این درسته؟ اگه بگی این درسته که بابا فرقی با قبلی نکرد که، چه فرقی باید بکنه؟ فرقش با قبلی اینه که اینجا کل یخ هم ذوب شد، اینجا بخشی از یخ ذوب میشه. یه امپریم میذارم تو مرحله ذوبش و اسم امپریم چی میشه؟ میشه جرم یخ ذوب شده. توجه کن که ممکنه باقی مانده رو ازت بخواد، از جرم یخ اولی باید کم کنیم. پس مرحله اول 1/2 امتتاع با جرم کل یخ سپری میشه، با جرم کل یخ سپری میشه، اینجا هم جرم کل آبه، اما 80 امپریم بخشی از یخ ذوب میشه. بریم سراغ تستش. وای 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 که چقدر مهمه، آخ که چقدر مهمه. میگه در ظرفی که عایق گرماست 1 قطعه یخ 0 وجود دارد، اگر 800 گرم آب 50 درجه در ظرف بریزیم، پس از برقراری تعادل 100 گرم یخ در ظرف باقی میماند. دو تا حرف داره، پرسیده جرم یخ اولیه چند گرم است، اینو میخواد. بچه 100 گرم یخ تو ظرف باقی میماند دو تا معنی داره. آقا فایل اینو براشون میفرستیم دیگه بعدش تو کانال. آره نگران نباشید بچه، گوش کنید. 100 گرم یخ در ظرف باقی میماند دو تا حرف داره. اولا 1، کل یخ ذوب نمیشود. من یعنی چی؟ یعنی حالت 3 هستش. دومین حرف از این جمله، بچه 100 گرم مونده، ذوب شده چقدره؟ هر چیزی که اول بوده منهای 100 گرمی که مونده. برات یه مثال بزنم درک کن. اگه به تو بگن 300 گرم یخ داری، آقا کشکار 300 گرم یخ داریم، میدونم کار داری، یه دقیقه جواب بده. 300 گرم یخ اولیه مونه، بعد میگن 100 گرم مانده، ذوب شده چقدره؟ 200. یعنی ما بخوایم ذوب شدهشو پیدا کنیم، اولیه‌شو منهای باقی مونده میکنیم. کار عجیب غریبی انجام ندادیم. پس بریم سراغ دیگه، مزاحم شما نمیشم آقا.
بریم سراغ ادامهش. حالا فهمیدی حالت سه میشه یک دوم امتتا به علاوه 80 امپیری میشود امتتا. به چی نگاه کن؟ به دمای یخ نگاه کن. صفره، برو خونتون 80 تا امپیریم نذار، جای امپیریم بذار جرم یخ اولیه منهای 100 گرمی که باقی مونده. جرم آب چقدره؟ گفته 800 گرم. دمای آب چقدره؟ 50. میدونی سمت راستی ها برای آب دیگه، ساده کن به 81 به 80 10 لامصب، این دوتا ضربش میشه 500، منهای 100 بره اونور میشه 600. تو رو قرآن جمع و تفریق اشتباه نکنی، اینو نبرید اونور بکنیدش 400، من با سر میرم تو دیوارا. 600 میشه گزینه 4، یکی از خفنترین تست های تعادل گرمایی. یاد گرفتی؟ یه حالت دیگه هم بهت بگم بریم سراغ موضوع بعدی. چه داریم میکنیم ما؟ اینا چند تا مبحث از فیزیک کنکورتونه که میخواییم صفر تا صدش رو بکوبیم بسازیم. تو این چند دو ساعت حدودا چند تا مبحث رو میرسیم کار انجام بدیم. خب دفعه بعدی بچه دیگه دهنده حتی زورش به گیرنده یک هم نمیرسه. یه حالت پنجم داره دیگه، اون گفتم خیلی داستان داره، خیلی هم نادره، اجازه بدید دیگه وارد اون نشیم. یعنی چی؟ یعنی این گرمایی که آب آزاد میکنه حتی نمیتونه یخ منفی رو به صفر تبدیل کنه. خب همین یخه به آب میگه همیشه شعبون، یه بارم رمزون، یخ به آب میگه لامصب همیشه من اومدم، همیشه من اومدم ذوب شدم، یه دفعه تو بیا جلو. آب یخ میزنه. مینویسم فرمولشو، یک دوم امتتا که گیرنده یک یخه آیا مساوی امتتا آبه؟ اگه بگی آره مساویه، که میگم بابا حالت چهار میگه دهنده یعنی امتتا کوچیکتره، پس من باید یه چیزی به سمت راستی اضافه کنم. چی اضافه میکنم؟ 80 امپیریم اضافه میکنم. ببین این امپیریم الان سمت آبه یا سمت یخه؟ این امپیریم الان سمت آب ها، سمت راست معادل است. پس چی معنی میشه؟ جرم آب یخ زده. تو حالت سه امپیریم، دارم یه چیزی میگم یادت بمونه ها، امپیریم یا 80 امپیریم سمت چپ سمت یخ ها بود، پس اونجا یخ بخشیش ذوب میشد، اینجا بخشی از آب یخ میزنه. جای 80 امپیریم رو عوض میکنیم بریم اینور. سوال شماره اینجاست، شما نداره بریم. میگه یک قطعه یخ با دمای جرم نداده، بچه‌ها یخ با دمای منفی 20 با مقدار زیادی آب 0 درجه. خیلی اگه باهوش باشی همینجا داستانو فهمیدی. آب 0 درجه آماده انجماده، دماش بالاتر نیستش که بگیم حالا یه گام میاد تا آب 0، آماده منجمد شدن. یخ منفی 20 قطعاً سبب انجماد کل یا بخشی از این آب میشه. مقدار زیاد، چون گفته مقدار زیادی یعنی کلش یخ نمیزنه، منظور اینه. اگر مجموعه عایق بندی شده باشد پس از ایجاد تعادل، اینو دریاب، جرم یخ چند درصد افزایش مییابد؟ بازم درصد. بذار تکلیفمون رو روشن کنیم. جرم یخ چند درصد افزایش مییابد؟ اولین نتیجه این که حالت 4، یعنی آب باید یخ بزنه تا جرم یخ زیاد شه، خودمون هم فهمیده بودیم حالت 4. دومین نتیجه مجهول چیه؟ مجهول دو نقطه. بچه جرم یخ چند درصد افزایش میاد؟ قبول دارید یعنی جرم یخ اضافه شده تقسیم بره جرم یخ اولیه ضرب در صد. فکر کنم اینو درک کردی. درصد اضافه شده یخ یعنی مقدار اضافه شده به مقدار اولیه ضرب در صد. حالا یه سوال تو خونه پیش خودت جواب بده، یخ اضافه شده از کجا اومده؟ از آسمون اومده؟ چه اتفاقی افتاده یخ اضافه شده؟ آیا به جای یخ اضافه شده نمیتونم بگم جرم آب یخ زده؟ خب آب یخ زده که این یخ اضافه شده. به روی جرم یخ اولیه ضرب در صد. میخوام شرح بدم برات دارم چیکار میکنم ها. دوستان جرم آب یخ زده اسمش امپیریم نبود؟ به روی جرم یخ اولیه ضرب در صد. من دنبال این میگردم.
حالا برو فرموله بنویس، مگه نگفتی حالت چهاره؟ پس میشه یک دوم امتتا به علاوه 80 امپریم؟ نه، حالت چهار اونور بود، مساویه با امتتا به علاوه 80 امپریم، چون قراره یه بخشی از آب یخ بزنه، 80 امپریم سمت آب هست. بهت گفتم اول برو دمای یخ رو ببین، اینجا میگم دمای یخ رو ببین، دمای آب رو هم ببین. یخ منفی 20، آب 0 درجه است، پس امتتاع آب میره خونشون. این جرم یخه، اونم که معلومه چی. یک دومه جرم یخ رو ندارم، تتاع یخ منفی 20 که میشه 20، مساویه 80 برابر امپریمی که باز ندارمش. یک دومه، وقتی مجهولا زیاد میشه یه ذره نگران میشی، ولی نگران نباش، یک دوم با 20 میشه 10، صفرش با اون میره. یعنی چی شد؟ شد ام یخ مساویه با این ور ام یخ موند، اون ور 8 تا امپریم. عزیز دل بیا اینا رو با هم ترکیب کن، به جای امپریم بذار خودش برویه، به جای جرم یخ بذار 8 تا امپریم. فهمیدی چی شد؟ زب در صد میرن صد هشتم 12.5%. گزینه یک، یه سوال سمی خوشگل عالی. خب این از چی بود؟ تعادل آب و یخ. پس عزیزان دل، مبحث گرما رو شما اگه اینایی که من بهتون گفتم رو بخونید بلد باشید، یعنی این استفاده از این ذرایب بر حسب سیاب نوشتن، تأکید میکنم دقت تو محاسبات که من خیلی براتون ساده کردم محاسبات رو، و تعادل آب و یخ رو هم کار کرده باشید. اوکی، من حالا الوی رو گفتم، اینو میخواستم بگم، اگر الف و 336000 نداد چی؟ بعضی میگن آقا این برای الف 336000، راست میگی. اولا 90% سوالات الف خودتون تست دارید، کسایی که کتاب تست دارن جزه معلمش رو جزه خود من هر جایی دیده باشن میبینن 90% سوالات الف 336000 نبود فدا سرت. چیکار میکنی؟ یه نگاه به گزینه ها میندازی، اگر فاصله گزینه ها زیاد بود همون 80 میذاری حل میکنی، اگر نه شما حلتو انجام میدی، ناکن این 80 ضریب ام دیگه. اگر کمتر از 336000 مثلا 330000 بود، شما اینو یه مقدار باید کمتر فرض کنی، یعنی ام یه ذره بیشتر از اون مقدار میشه، چون ضرب این دو تا باید ثابت بمونه دیگه. اگر ضریب از 80 کمتر شه، ام از اون عددی که تو حساب کردی به فرض 80 از اون یه ذره بزرگتر میشه. خب دوستان عزیز، خیلی از آی کشکار دیروز خیلی به من کامنت دادن. بچه ها ما دیروز زور ثبت نام همایشمون رو بستیم، من یه توضیح یه دقیقی بدم. دیروز زور بعد از دو بار تمدید شدن ثبت نام همایش من و همچنین آی ترکیان بسته شد، بستیم سایتو، چون یه سری کارهای مقدماتی داره برای همایش که مجبوریم اونا رو انجام بدیم. به شدت دم بچه ها گرم، خیلی نشون دادن که دنبال کار با کیفیت هستن. امروز من خودم همایش خودم دارم میگم، امشب تا ساعت 10 شب به خاطر درخواستی که بچه از دیشب دادن بیچاره کردن واقعا نمیرسیم، به خاطر اینکه باید دوستان شماره ها رو ثبت کنن، پنلشون باز بشه، یه سری اتفاقات پشت قضیه وجود داره. همکارا گفتن آقا، همکاری که حالا ادمین هستن گفتن آقا خیلی داستان داریم چیکار کنیم، بچه ها تقاضا دارن تا 10 شب امشب، تا 10 شب مثلا بعد همایش بلا فاصله استوری میکنم، تا 10 شب هر کس میخواد به این آیدی، فقط به این آیدی دایرکت میده. مراحل من بگم دوستان عزیز، خواهش میکنم طبق همین کاری که میگم انجام بدید. اولا فقط تا 10 شب، ثانیا به این آیدی یه دایرکت میدید، میگید همایش میخوام ثبت نام کنم. به شما شرایط ثبت نام رو از قبیل هزینه و شماره کارت و این داستانا رو میگیم که بله، نه به آیدی پیجی که الان داری میبینی لایو، نه به آیدی خود من دایرکت میدی، میگی برای همایش میخوام ثبت نام بکنم. تا 10 شب به شما یه پیام ارسال میشه، این پیام حاوی شماره کارت و حالا شماره پشتیبانیه که بتونید با ایشون در ارتباط باشید. وقتی واریز کردید رسید رو به شماره پشتیبانی پیام میدید تو واتساپ به اون شماره پشتیبانی که براتون ارسال میشه و بلافاصله لینک رو دریافت میکنید. ما یه مرحله ساده کردیم کارو نسبت به روزهای گذشته، بلافاصله لینک رو دریافت میکنید. توی لینک چیاست؟
امروز شد چند تا؟ امروز شد 5 تا. 3 تا فایل تو لینک ثبت نامی فیزیک. 3 تا فایل کل فرمول های فیزیک 10 و 11 و 12 برای مرور کردن. میدونی تو این چند هفته فرمول نباید یادت بره. فلش کارتش می‌کنی، می‌خونی، هر کاری می‌کنی اینا مرور می‌کنی یادت نره. یه فایل کل مفاهیم فیزیک 10 11 12 برای رشته ریاضی و تجربی جفتش. یه دونم امروز گذاشتم برای چیه این ماجراش؟ برای خود مجموعه تستی که میخوایم تو همایش فردا و پس فردا حل کنیم. 115 تا تست نابه آقا اردلان. آقا واقعا دلم نمیاد، یعنی نگاه کردم دیدم این 15 تا اضافه شه، 3 تاشم تو کنکور اضافه تر پیش بینی کرده باشم عالیه. 115 تا تست بیرون نمیاد به خاطر این داستانا، ولی خب یه سری کارا میشه. آره با تحلیلایی که کردیم من خیلی امید دارم درصد بالای شبی باشه، ولی واقعا مرور کامل آیردلان. یعنی خودم داشتم نگاه میکردم دلم خواست یه بار دیگه برم کنکور بدم. من تحقیق کنم، پارسال اینطوری بود که خب ما تغییر خیلی عظیمی در حالا امتحان نهایی درس ریاضیات داشتیم، بعد کنکور ریاضیات کامل خیلی منفجر بود که اصلا داغون. آره آره خیلی با ادا کردید قشنگ اتفاقی که پارسال افتاد. ببین کیشکی نمیتونه کنکور رو پیش بینی کنه، این کلیت ماش، اما همیشه پشت سر هم هم آره نهایی و حالا کنکور پشت سر هم هم، به خاطر همین پارسال نهایی ریاضی هم سخت بود. یه چیزی بگم، من اینو تکرار میکنم، حتی انقدر جرأتشو دارم بعد کنکور بازم بیام مستندسازی بکنم. بچه همین کاری که تو نهایی کردم مستندسازیشو تو پیج گذاشتم، بچه‌ای که همراه نبودن برن ببینن مستندسازی که بالا 17 نمره از امتحان نهایی من دو روز قبلش تو 2 ساعت پیش بینی کرده بودم. کنکور ماجراش ذره فرق داره، قبول دارم، ولی تو 2 روز همایشم من سوالاتی رو گزینش کردم آوردم که با جرأت میگم کل 10 و 11 و 12 رو مرور میکنه و به احتمال زیاد شبیه ترین تستا به آن چیزیه که شما در روز کنکور خواهید دید. یعنی تحلیل علت انتخاب هامم خیلی از همکارای فیزیک بهم دایرکت دادن آقا که این چینه چیکار کردی، اینو از آنالیز کتاب چرا اینقدر اینجوری شده. اومدم گفتم آقا ساده است، شما میتونید انجام بدید. 20 تا سوال تو کنکور سراسری اومده، 25 تا سوال تو مفاهیم کتاب درسی، 5 تا نیومده. بعد مگه نگفته سنجش میخوام از پارسال متفاوت باشه و کتاب محورتر باشه؟ اونا رو آوردم. از اونجایی که کنکورهای سال قبلم تستای مهم داشته، مهمترین هاشو هم آوردم، شده 115 تا. تو 10 روز این 115 تا رو بچه‌ها کار میکنن، تو 2 روز کلش رو من حل میکنم، توضیح میدم، درسنامه نداره ولی در حین حل هر سوال توضیح میدیم که آقا اینجوریه اینجوریه، تمام نکات مشابه بله. بعدش اینم بگم، بعد از همایشم یه برنامه مطالعاتی واسه اون 10 روز داری که این 100 تا تست، فقط این 100 تا تست رو چجوری بخونی، و یه دونه سورپرایز برای بچه‌ها، یه آزمون شبیه سازم قراره بگیریم چند روز بعد از همایش. فقط به دایرکت خودم مراجعه میکنید، نه پیجی که الان داری توش لایو رو میبینی، پیج مؤسسه نه، برای ثبت نام همایش اینجا. این برنامه ما 30 و 31 استوری کردن دوستان، تو پیج میتونید ببینید که دقیقا مشخصه تو چه ساعتهایی باید چی بخونیم. این همایش دوست عزیزمون آقای ترکیان، استاد ترکیان، استاد مسلم شیمی، که شما میتونید همین روند رو هم برای ثبت نام ایشون که 1 و 2 تیر ماه فقط به پیج خودشون، برای شیمی به پیج خود آقای ترکیان و برای فیزیک به پیج بنده. آره تو لایو خودشون، ولی حالا چون برگزار میشه. آقا بریم ادامه. خب بریم سراغ ادامه ماجرا. میخوایم بریم سراغ خازن، مبحث جذاب خازن. من یه توضیح باز بدم. آقا چقدر تا پایان پارت اول داریم؟ هفت دقیقه. خوبه. دوستان عزیز نها کنید، خازن چند تا فرمول داره. آخ 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 اینو بگم. یکی از تستای کنکورتو میخوام بهت بگم. توی حالا انتهای این لایو یا اول لایو بعد، مطمئن باش تست کنکورت خواهد بود. خازن دوتا فرمول اصلی داره. C مساوی Q به روی V، که میشه گفت C مساوی دلتا کیو به دلتا وی. کیو بار الکتریکی وی اختلاف پتانسیل، C هم ظرفیت خازنه. نکته که مهمه، با تغییر کیو و وی، بار الکتریکی و ولتاژ، ظرفیت عوض نمیشه.
سه تا فرمول انرژی داره خازن. یو مساوی با یک دوم سی وی دو، یک دوم کیو وی، یک دوم کیو دو سیوم. که این فرمول ها امسال فقط برای بچه ریاضیه، جز حذفیات کرونایی بچه تجربی بوده. دو تا فرمول هم میدان داره، ای مساوی با وی دیوم که این تو کتاب اومده، یه دونه دیگه من بهت میگم کیو به روی کا اپسیلون صفر آ. اینا رو بذاریم کنار، فرمولای خازنه، یه فرمول فوق العاده مهم داره. این فرمول چیه؟ سی مساوی با کا اپسیلون صفر آ دیوم، بهش میگیم فرمول ساختمان خازن. کا اپسیلون صفر آ دیوم، کا ثابت دیالکتریکه، اون جنسیه که بین صفحات، آ مساحت و دیام فاصله صفحات. حالا ماجرا چیه؟ داستان از اینجا شروع میشه. میاد این تو کنکورت میبینی، میاد این ظرفیت، من اینو اولش میگم تو کنکورت میبینی که بعدن موقع مستندسازی بعد از کنکور میخوام کراب کنم. آیا اردلان اینو اول کلیپ داشته باشیم، یعنی انقدر اطمینان دارم. یه بار دیگه میگم که تو ادیتمون بیاد، اینو تو کنکورت میبینی، سی مساوی کا اپسیلون صفر آ دیوم در دو حالت میاد ساختمان رو انگولک میکنه. یکی اینکه خازن به مولد وصل باشه، خازنی که به مولدش وصله چیش ثابته؟ ولتاژش ثابته. و یا خازن از مولد، خازن شارژ شده از مولد جدا شده باشه، چی ثابت میمونه؟ کیو ثابت میمونه. خب حالا اینا رو داد، چی میپرسه از من؟ حالا یا تو حالت وصل یا تو حالت جدا. اگر اومد بچه رشته ریاضی، اگر اومد انرژی رو پرسید، فرمولی رو بنویس که توش وی داشته باشه و ظرفیت، پس میشه یک دوم سی وی دو. با این تحلیل کن چند برابر شدن رو. اگر میدان رو پرسید، بچه های تجربی که انرژی ندارید اینو دارید، فرمولی بنویس که چون وی ثابته بازم وی داشته باشه، میشه وی دیومه رو بنویس از میدان. حالا اگر خازن رو از باتیت جدا کرده بود، ساختمانش رو انگولک کرد، جدا کردن یعنی کیو ثابت، کدوم فرموله انرژی رو بنویسم؟ کیو ثابته، میخوام این ثابته توش باشه، یک دوم کیو دو سیوم. یکی ممکنه بگه آقا چرا مثلا یک دوم کیو وی، اونم کیو داره. خب من ظرفیت رو تغییر دادم با ساختمان، باید سی داشته باشه، علاوه بر سی میخوام کیو هم ثابت باشه. حالا برای میدان بچه تجربی، حالا میگم تجربی، ریاضی ها ممکنه میدان باشه، چون تجربی ها انرژی رو ندارن قاعدتا میدان خیلی محتمل تره، چون کیو ثابته میگم کیو داشته باشه. فرمول دوم میدان رو بنویس، کیو به روی کا اپسیلون صفر آ. اینا چیزایی که شما خیلی باید بهش اهمیت بدین. یه سوال میرسم حل کنم الان؟ سوال چند میده؟ یه دقیقه 30 ثانیه. اگر اختلاف پتانسیل بین صفحات خازنی به ظرفیت 35 میکروفاراد را به 28 ولت برسانیم، این ولتاژ ثانویشه، بار الکتریکی بر بار الکتریکی ذخیره شده در آن 40 میکروکولون اضافه میشود. کاهش میکنم، عدد دیدی رد نشو، فعل سوالو ببین، اضافه میشود، دلتا کیوه نه کیو دو نه کیو یک. بعد میگه بار اولیه خازن چند میکروکولونه، کیو یک رو میخواد. خب عزیزان دل، سی مگه نیست کیو به روی وی؟ به هم دلتا کیو داده، وی دو هم داده. خب من میتونم الان بیام اینا رو اندیس دو براش بذارم، کیو دو وی دو. چرا سی رو نذاشتم؟ اهمیتی نداره، سی که ثابته، با تغییر ولتاژ عوض نمیشه که. خب به جای ظرفیت میذارم 5 میکروش رو هم تبدیل نمی کنم، کیو دو به روی وی دو هست 28، کیو دو به دست میاد 5 تا 28 تا 140 میکروکولون. خازن یه ویژگی داره، فقط اختلاف پتانسیل باید ولت باشه، بقیه هیچ الزامی نداره تبدیل به چند. کیو دو شده 140 تا، بچه 40 تا اضافه شده، شده 140، اولیش چند بوده؟ 100. سختته؟ بیا بگو دلتا هر چیزی، یعنی دوش منهای یکش، دلتاش شده 40 تا، دوش شده 140 تا، منهای کیو یک بوده 100 میکروکولون. واقعا دیگه این تیکه آخر نوشتن نداشت. ولی هنوز از این نکته سوال حل نکردم که تو پارت بعدی میخوام براتون بتره کنم.
چیزایی که تو پارت بعد داریم میگم که بشینی گوش کنی و بدونی تستته. مدار میخوام بگم جای خوشگلش که میتونی تست بزنی. دیگه هر چقدر خدمت شما هسته ای هم میخوام یه قسمتشو بگم، نیمه عمرو بگم. فکر کنم این حالا یکی یه مبحث دیگه هم بود، الان حضور ذهن ندارم. بریم بیاین، بریم بیاین تا لایو بعد. آقا چند ثانیه؟ آها هستیم هستیم. حالا میتونیم کامنت ها را خوب کامنت ها را بیمونم فرصت را میتونم باز کنم چون من این را سیف کنم. بچه که تو اینستان دیگه تا الان فکر کنم با روندما هاشم برم حدودن 30 ثانیه یک دقیقه دیگه پیج اینستانشون رفرش کنم و دوباره تو اینستان برمیگردیم. اعتماد کردن، خیلی زمان گذاشتم، شاید بهتون بگم بدون اغراق تقریبا 2 هفته شبانه روز بگم اغراق نکردم. روی انتخاب سوالات زوم کردم، روی هر مبحثی به طور مثال همون دینامیک، همون کار انرژی که فایلشو پست کردم که چجوری انتخاب کردم، زمان گذاشتم که حداقل تستا رو برای مرور، چون واقعا بچه ها تو این 2 هفته نمیرسن کار دیگه انجام بدن. تا 10 امشب به دایرکت پیج من که این میلاد آندرلاین گندمی با دوتا آیه فقط دایرکت میدن، به پیج خودم دایرکت میدن، برای شیمی هم به پیج آیه ترکیان دایرکت میدن. همایش به صورت آنلاینه که تا روز کنکور آفلاین تو پنلشون وجود داره، میتونن ببینن. یه سری خدمات جانبی داره، اما حالا فایل های مهم که میتونن مرور کنن. خود فایل همایش روی پنل شخصیه بچه ها، فقط هم با اون شماره تماسی که به پشتیبانی میدن. اصلا مهم، آقا من لیست رو بخوام به شما نشون بدم، حتی ما خارج از کشور داشتیم، جدی میگم خارج از کشور داشتیم، خیلی ها میدن. برای چی کنکور خارج از کشور میگیرن؟ آقا به خود نه بابا، خیلی جا داغونه بابا، اینجوری نگاه نکن، نه خیلی جا داغونه، خیلی جا داغونه. آره بابا خیلی از دانشگاه خودمون بهتر از خیلی جاست، نمیگم همه جا، قبولیشون هم به مراتب بالا. البته بچه‌های خارج یه آپشنی هم نسبت به منطقه سه حساب میشن. چی؟ نه فکر کنم کنکور خارج بعد از داخله. کنکور خارج بعد 60-70% مشابهت سوال دارن، نه که حالا سوال عیناً تکرار بشه، ولی خب مبحث همون، راه حل همون. معمولاً اینو چیز نمیگم، معمولاً کنکورهای خارج یه ذره سخت‌تر از داخل، آره. مثلا میشه گفتش که این کارو مثلا خوراک خودمونه دیگه، ما تو مجموعه انجام میدیم، مثلا میگیم این اومده این اومده شبیهش این، خیلی مستعده و میاد. خب آقا بریم، سلامت. چه گفتیم؟ آنچه گذشت بریم. آنچه گذشت در مبحث خازن گفتیم اگر ساختمان رو انگولک کرد از فرمول کایپسیلون صف آدیوم انجام میدیم، و اگر در شرایطی که خازن به مولد وصل بود و ولتاژ ثابت بود با این فرمول انرژی رو تحلیل میکنی و با این فرمول میدان رو، تو رو قرآن یادت نره، تو رو خدا اینو قاب کن بزن به دیوار اتاقت، ببین ارزششو داره. اینو ناکو همین الان یه اسکرین شات بگیر، این ارزششو داره، اینو برای من بفرست بعدن بعد کنکورت. این ناکو گفتم بهت، اگر خازن از مولد جدا شده بود کیو ثابته، کیو ثابت شد 1/2 کیو دو سیوم میشه فرمول انرژیت. آقا نه درست شد. و میدانت هم میشه کیو به روی کایپسیلون صف آب. بریم سراغ سوال. میگه یک خازن تخت به یک باتری بسته شده، پس از مدتی در حالی که در حالی که خازن همچنان به باتری وصله. خب این یعنی چی؟ یعنی وی ثابت، قشنگ باید بیا تو ذهنت. بعد میگه فاصله بین صفهای خازن را 2 برابر میکنیم. فاصله صفها دی بود، میگه دیو ضرب در 2 کن. کدام موارد زیر درست است؟ خب میخونم میدان الکتریکی بین صفا. وای سه دقیقه ببین بچه دقیقا ناکه اسکولیابو کجا میذاره. میدان بین صفا نصف میشه. 2 تا فرمول میدان داشتم، ویدیوم داشتم، کیو به روی کایپسیلون صف آ داشتم. مگه ولتای ثابت نیست؟ اونیو بنویس که وی داره، پس میشه ویدیوم. حالا دیو 2 برابر کرده، این میشه 1/2 برابر.
میدان نصف میشه، اینم گفته نصف میشه، پس تو درستی. گفته کیا درستن؟ باید الف داشته باشه، یا یک یا دوه. سه و چهار حذف میشه. اشتراک بین این دوتا ب و ت، یکیشو تعیین کنیم تمومه. ب میگه اختلاف پتانسیل بین صفحه ها نصف میشه. مگه اختلاف پتانسیل ثابت نیست؟ وی ثابته. این همه داد زدیم کوبیدیم سرمون گفتیم بابا وی ثابته، تو غلطی، پس ب نباید داشته باشه. تموم شد، تموم شد. حالا چون میخوام یاد بگیری بذار پیوتش هم حل کنم برات، یعنی بگم چرا غلطه یا درسته. حالا پی که قطعا غلطه، ته درسته. پی میگه ظرفیت خازن دو برابر میشود. بچه ظرفیت سی برابر بود با کا اپسیلون صفر آدیوم. با فرمول سی مساویه کیو به روی وی نباید تغییرات سی رو تحلیل کنی ها. کیو و وی روی سی تأثیر نمیذارن. سوال گفته بود دی رو میخوام دو برابر کنم، مگه تو مخرج نیست؟ پس با سی رابطه یه عکس داره، سی میشه یک دوم برابر. پس اینی که میگه ظرفیت خازن دو برابر میشود غلطه، نصف میشه، یک دوم برابر. تی که میدونیم درسته میگه بار روی صفحه ها نصف میشود. این فرموله مینویسم میگم ولتاژ رو ثابتی، این خطه بچه های شاگرد هم میدونن یعنی ثابته. خب سی چند برابر شد؟ سی یک دوم شده بود به خاطر دی. حالا سی با کیوی که تو صورت اونوره رابطه مستقیم داره، کیو هم به خاطرش یک دوم میشه. پس این که میگه بار نصف میشه، تو هم درست بودی که گزینه دو شده بود، قبلا فهمیدیم. اگر از باتری جدا بود کیو ثابت میموند و اون موقع سی که یک دوم برابر شده باعث میشد وی دو برابر بشه، چون رابطه عکس داشت. فکر کنم گرفتی چی گفتم. تستت من یه چیزی انتخاب کردم که همه چی رو بگم توش. فاصله بین صفحه یک خازن تخت 5 میلیمتره. این دیه، حالا یا دیه که قراره عوض کنه، آره. و مساحت هر یک از صفحه ها آ 2 سانتی متر مربع. اگه و خازن از ماده دی الکتریک انعطاف پذیری به ثابت کای 4 پر شده. اگر سپس در حالی که این اتفاقات یعنی از اینجا به بعد داره عوض میشه، پس یه ماجرای جدیدی داره رخ میده. یه بار میخونم، میگه اگر فاصله بین صفحات رو 3 میلیمتر کاهش بدیم، نگفته دی دو بشه 3 تا کم بشه، 5 میل بوده 3 میل کمش کن میشه 2 میلیمتر دی دو تو، ظرفیت خازن چند پیکوفاراد افزایش میابد. دلتا سی پرسیده، نگفته چند برابر، چقدر افزایش. خوب دل بده به کار، دل بده حاجت بگیری. وقتی میگه چقدر افزایش نمیتونی حساب نکنی. اگه بگه چند برابر، من سریع میام میگم دیه من شده 5 شده 2 پنجم برابر شده، 35 دوم برابر میشه، 2.5 برابر چیزی که بوده میشه، جواب میشه 2.5. ولی این نگفته چند برابر، گفته چقدر افزایش. تحمل کن، سی یک رو باید بریم حساب کنیم. سی یک میشه کا اپسیلون صفر آ به روی دی یک، درست شد؟ پیکو فاراد خواسته، حواسم هست کا چنده؟ کا 4 تو شرط اولی هم با رنگ سوراخ آبی نوشتم. اپسیلون صفر هست 8.85 ضرب در 10 به توان منفی 12 شو نمیذارم. چرا؟ چون پیکو خودش ارزش 10 به توان منفی 12 داره، اونو نذارم یعنی انگار پیکو نوشتم. آ چقدر؟ 2 سانتی متر مربع. سانتی منفی 2 به توان 2 میشه منفی 4. دی یکت 5 میلیمتر بوده، میشه 5 در 10 به توان منفی 3. اینو ساده میکنیم، این با این میشه 10 به توان منفی 1، درسته؟ 2 4 تا میشه 8 تا، 8 هم ضرب در 8.85، حالا 8 ضرب در اینم بذار ساده کنم با این میشه چند آقا؟ 1.6 با 3.85، نه دیگه اون 1.6 با 85 صدم میشه 17. 1.6 با 1.75 میشه اگه اشتباه نکنم، آره 1.75 این هم رفت. بعد حالا 8 ضرب در 1.75 8 تا 1.75 این بذار بمون، این بوده.
حالا یه بار دیگه میام با رنگ سبز سی مساوی کا اپسیلون صفر آ به روی دی، میگم حالا بیا تغییره رو که گفته اعمال کن. عزیز دل من، دی مگه نبوده پنج؟ شده چند؟ شده دو. چند برابر شده؟ چند برابر یعنی ثانویه به روی اولیه، دو پنجم برابر شده. اگه دی دو پنجم برابر شه، سی میشه پنج دوم برابر. پس سی دو میشه پنج دوم چیزی که بوده. ضرب در هشت. خب چقدر تغییر کرده؟ این بوده هشت در یک و هفتاد و پنج. دیدی آخر سر این من هشت نوشتمش، یک و هفتاد و پنج بود، اینجام یک و هفتاد و پنج. دونیم تا یه ایکسی منهای دو دومش میشه سه دومش، دلتاش میشه سه دومه هشتا یک و هفتاد و پنج. این با این میشه چهار، چهار تا یک و هفتاد و پنج میشه چهار، با چهار تا هفتاد و پنج صد و سه میشه هفت، سه هفتا بیست و یکی، یعنی گزینه حدود بیست و یک میشه گزینه سه شما میشه. پس شما چند برابر شدن رو اعمال میکنی، بعد میای ببینی چقدر اضافه شده. این از این. یه دونه میخوام حل کنم، انرژیه. از اونجا که بچه ریاضی انرژی دارن، ما تو اینو گفتم به بچه ها تو همایشمونم، پارتای رشته ریاضی رو جدا، مباحث خاصشون رو جدا میگیم. ظرفیت خازنی 5 میکروفاراده، این ظرفیتش. بار الکتریکی آن کیوه. اگر 3 میلی کولون بار رو از صفحه منفی جدا کنیم و به صفحه مثبت منتقل کنیم، این یعنی چی؟ این یعنی بار ثانویه بشه هر چی که اول بوده به علاوه 3 میلی کولون. به واحداش دقت کن، اونا میکرو داده، بار جابجا شده رو میلی داده، گفته انرژی ذخیره شده در خازن 4.5 ژول افزایش مییابد. کیو چند میلی کولونه، این تعیین میکنه. وقتی این میلی کولون خواسته، من همه رو میلی میکنم، یعنی این سیه میشه 5 ضرب در. اگه میخواستم میکروشو بردارم، باید ضرب در رفتار منفی 6 میکردم. ببین شما یا تاکسی میگیری میخوای بری تا کولون، از میکرو میخوای بری تا کولون، باید ضرب در چند کنی؟ کرایه چقدر بدی؟ منفی 6 تا. حالا اگه بخوای وسط راه پیاده شی به میلی برسی تا کولون نری، ضرب در رفتار منفی 3 میکنی دیگه. اینو ضرب در رفتار منفی 3 میکنم میشه میلی فاراد، ظرفیتش. درسته این که خودش میلی بود، انرژی ذخیره شده در آن 4.5 ژول افزایش مییابد، یعنی U2 منهای U1 انرژی اضافه شده 4.5، اینم باید میلی بشه. این دیگه ژوله، بخوام میلی رو بیارم ضرب در رفتار مثبت 3 میکنم. حالا اینجا رو دریاب، خوب گوش کن، کدوم فرموله یو رو بنویسم جای یو؟ بچه از چی حرف زده؟ از ظرفیت حرف زده و از بار الکتریکی. چرا اومدم چند روز زودتر فایل‌ها رو برات فرستادم؟ به خاطر اینکه اینا رو حفظ کنید. الانم به بقیه دوستان میگم حتما فرمولا رو حفظ بکنید. یو میشه یک دومه کیو دو به روی سی، این منهای، اینم میشه یک دومه کیو دو به روی سی. این چون جای یو دو اومده، کیو دو به توان دوه، این کیو یک به توان دوه. چی یکسانه بین این دوتا؟ آقا چی یکسانه بین این دوتا؟ یک دوم یکسانه، ظرفیت هم تغییر نکرده، درسته؟ بنابراین من میتونم فاکتور بگیرم از اینا، در نتیجه آها این مساوی چی بشه؟ این به جای این مساوی 4.5 در رفع توان 3. از یک به روی دو سی، سی چند بود؟ 5 در ده به توان منفی 3 فاکتور میگیرم، از این کیو دو دو منهای کیو یک دو مساوی 4.5 در ده به توان 3. یه حرکت ژانگولری بزنیم اینجا. تو مرحله بعد اینو اینجا میخوام بیارم سمت راست ضرب کنم، پس فعلا کاری باش نداشته باشه. این یاد کدوم اتحاد میفتی؟ اتحاد مزدوج، درسته؟ پس کیو دو منهای کیو یک بوده در کیو دو به علاوه کیو یک مساوی. خیلی دارم لفتش میدم، این مراحل واقعا انقدر نوشتن نداره. این بیاد تو این ور تو صورت ضرب شه، ده به توان منفی 3 با مثبت 3 میره، دو تا 4.5 تا میشه 9 تا، 9 5 تا میشه 45 تا.
به جای Q2 هر جا Q2 دیدیم تو این دوتا پرانتز بذار Q1 به علاوه 3 Q1 به علاوه 3 Q1 به علاوه 3 تو پرانتز اول Q1 منهای Q1 میره یه 3 خالی میمونه پشت پرانتز تو پرانتز دوم Q1 با Q1 میشه 2 تا Q1 به علاوه 3 مساوی 45 یه چک بکنم ببینم جای اشتباه نکرده باشم 4.5 5 میکروفاراد 2 تا 5 در رابطه منفی 3 خب 9.5 تا 45 آره درست این 3 با 45 ساده میشه میشه 15 این 3 بیاد این ور منها بشه میشه 12 2 تا Q1 شده 12 و Q1 میشه 6 میلی کولون خیالم راحته همه رو میلی کرده بودم برای همچین روزی حالا گفته Q1 چقدره 6 میلی کولون گزینه 2 بعضی موقعا کر میریزه شیطنت میکنه چی میپرسه این بعضی موقع ها خیلی حواستون باشه اگر پرسید اینا رو من میگم معمولا سر کلاساتو همشم میگم هر سالی حل کنم حالت های مشابهی که میتونه بپرسه رو میگم یعنی یه تست ممکنه به 2 یا 3 تا تست تبدیل کنم اگر پرسید انرژی اولیه خازن چیکار کنیم Q1 رو به دست آوردی میگم خب U1 میشه چی؟ 1/2 Q2 سیوم رو با Q1 میری دیگه سیو داری Q1 هم پیدا کردی اینو میری حسابش میکنی یعنی ممکنه به اینجا ختم نشه ماجرا خب این هم از این پس مبحث خازن فوق العاده مبحث مهمیه مدارهای الکتریک خیلی ها حذف کردن خواهش میکنم آقا دستمال کاغذی داریم اینجا؟ آن اینجاست آره نه خواهش میکنم ازتون بچه ها حتی اگر بذار من بیام جلوی دوربین تأکیدم رو بیشتر احساس کنیم خواهش میکنم حتی اگر مبحث مدار رو حذف کردی تو این لحظات پیش رو به حرف من گوش کن یک یا حتی دو تا تست رو تضمین میکنم گوش کن حتی اگر حذف کردی حالا ماجرا از چه قراره؟ مدار الکتریکی ساده ترین مدار این شکلیه یه باتری داریم با یه نیروی محرکه مقاومت درونی و مقاومت خارجی معمولا میاد از وسایل اندازه‌گیری استفاده میکنه یه ولت سنج رو میبنده به دو سر باتری یا به دو سر مقاومت خارجی آمپر سنج هم میذاره به سر رو حالا یه سری نکته داره اینجا که ولت سنج آرمانی مقاومت درونیش آروی یعنی آره ولت سنج بی نهایته باید موازی باشد اگر سری بود آقا اگه سری بود چی میشه؟ مثل کلید باز عمل میکنه میزنه جریان میپکونه جریان اون شاخه صفر میشه وقتی جریان صفر بشه ولت سنج فقط نیرو محرکه نشون میده یادت نره اینو آمپر سنج چی؟ آمپر سنج آرمانی مقاومت درونیش صفره باید سری یا متوالی تو مدار سر راه بستشه اگر موازی بود شاخه موازیش حذف میشه یا به عبارت تخصصی تر اتصال کوتاه میشه حالا هر کدوم از اینا چی نشون میدن؟ این مهمه آی یا همون عدد آمپر سنج برابر است با نیروی محرکه به روی جمع آرهای خارجی یا همون آر ایکوال به علاوه آر داخلی این فرمول خاصشه وقتی یه باتری داشته باشی اگر چند تا باتری داشته باشی نیرو محرک های یا به عبارتی مجموع نیرو محرک های موافق یا محرک رو باید منهای مجموع نیرو محرک های ضد محرک کنی اینا کیان؟ به روی جمع همه آرهای خارجی و داخلی محرک و ضد محرک برای بچه ریاضی معنی میشه چون بچه تجربه تک باتری دارن ماجراش چیه؟ بچه دیدید یه باتری چند تا یه مدار چند تا باتری داره؟ باید برید ببینید اون مداری که چند تا باتری داره
از سر مثبتشون جریان میاد بیرون دیگه، مثلا یه همچین چیزیه. این باتری یک شما مثلا 10 ولته، باتری دو شما مثلا 6 ولته. خب این یک میگه من میخوام از سر مثبتم جریانو بدم بیرون اینجوری تولید کنم، دو میگه من میخوام برعکس تولید کنم. پاد ساعت کرد، کی زورش بیشتره؟ نیرو محرکشون رو نگاه میکنه این، پس ایشون میشه محرک، ایشون میشه ضد محرک. تو صورت باید بنویسید 10 منهای 6 بزرگتره. همیشه بزرگتر منهای کوچیکه نکن، شاید هم جهت باشن، لازم باشه با هم جمعشون کنید. اما عدد ولت سنج فوق العاده مهمه، بعدش آتیش بازی دارم برات. عدد ولت سنج، ولت سنج اگر به دو سر مولد بسته شده باشه، نیروی محرکه منهای آی آر نشون میده. بچه من خیلی روی این امثال حساسم، خیلی روی این تکیه دارم. نیروی محرکه منهای آی آر یا حتی به علاوه آی آر، به علاوه رو بچه ریاضی بیشتر گوششون تیز باشه. منهاش مال کیه؟ مال باتری یا مولد محرکه. یعنی اگه ولت سنج اومده باشه وصل شده باشه به باتری که زورش بیشتره یا محرکه، اپسیلون منهای آی آر نشون میده. اگر فقط یه باتری داشتی حتما محرکه. دانش آموز رشته تجربی، بچه ریاضی، این به علاوه مال کیه؟ واسه مولد ضد محرکه. اگه یه ولت سنج اومد چسبون به دو سر اون باتری که زورش کمتر بوده، اپسیلون به علاوه آی آر نشون میده. اگر یه ولت سنجی متصل به مقاومت بود، داره مصرف مقاومت رو نشون میده، یعنی آی آر رو نشون میده. اینا رو دریابید، اپسیلون منهای آی آر یا به علاوه آی آر، اینم یعنی آی آر، ولت سنج متصل به مولد. خب اما ما تو تست میخوایم آتیش بازی کنیم، ما خیلی کاری با رابطه نداریم، میخوایم یاد بگیریم سریعتر و تکنیکالتر حل کنیم مفهومی. اولا از یه سوال شروع میکنیم که نکتهش رو تو اسلاید قبلی گفتم، میگه در مدار روبرو ولت سنج ایدئال چند ولت نشون میده؟ جای ولت سنج کجاست؟ سر راه مدار یا نه بره بیرون دو دسته یه قطعه رو بگیره؟ باید موازی بسته شه. ولت سنجی که ایداله باید بره بیرون، نه باید سر راه جریان باشه. این الان جاش غلطه، تو شاخه اصلی بسته شده. این مثل کلید باز، باز و بچه ها بعضی فکر میکنن یعنی جریان رد میشه، بسته یعنی جریان رد میشه، باز یعنی قطع، مثل کلید باز عمل میکنه، بنابراین جریان صفر میشه. تا جریان میگم صفر میشه، میگه آقا اینا ها گزینه چهار، نه نه این چیه، این با احترام با عشق اسکولیاب شماست، جریان صفر میشه. میگه ولت سنج عددی نشون میده. آقا شما گفتی ولت سنج هر وقت به هر دلیلی جریان یک مدار صفر شد، ولت سنج نیرو محرکه رو نشون میده. نیرو محرکه 8 ولته، گزینه یک جواب ماست. یادت نره به هر دلیلی جریان صفر شد، ولت سنج نیرو محرکه رو نشون میده وقتی تو شاخه اصلی بسته شده باشه. بریم سراغ سوال بعد. در مدار روبرو ولت سنج صفر نشون میده، مقاومت آر چند اوهمه؟ نمیخوام تشریحشو حل کنم، واقعا 10 روز مونده به کنکور، 12 روز مونده به کنکور، جای این نیست بیام تشریحی که همه حل میکنن و حل کنم بعد بگم حالا گوش کن به روش من، این کار رو انجام بده، بعد بگی آه چقدر خفنه. فرصت اینو ندارم، به جاش دو تا سوال اضافه تر برات حل میکنم. صاف میرم سر اصل مطلب. میگه ولت سنج صفر نشون میده، گوش کن. ولت سنج به دو سر کی بسته شدی؟ به دو سر یه باتری، یه باتری با نیرو محرکه ی اپسیلون و مقاومت درونی 3 اوم. چند تا باتری داریم تو مدار؟ 2 تا باتری داریم. وقتی ولت سنج صفر نشون میده معنیش چیه؟ بچه اصلا ولت سنج چی کار میکنه؟ ولت سنج وقتی دو سر یکی بسته میشه آمارش رو میده به ما. حالا آمارش چیه؟ اگر مثل باتری تولید کننده باشه، داد میزنه میگه ایها الناس، اجزای مدار، این باتری داره انقدر ولت میده بیرون. یه پرانتز، یه سوال، آیا تولیدی باتری رو به ما میده؟
میگه اون باتری چند ولت تولید میکنه؟ نه، این باتری، هر باتری یه مقدار ولتاژ تولیدی داره، یه بخشش خودش مصرف میکنه، ما بقیشو میده بیرون. ولت سنجب خروجیه رو میبینه، یعنی نمیفهمه که مثلا اگر ولت سنج بگه 10 ولت، معلوم نیست چند ولت تولید کرده بوده، چقدر مصرف کرده. مهم اینه اختلافش، خروجیش 10 ولته. گرفتی قضیه رو؟ اگر ولت سنج به دو سر مقاومت بسته شده باشه، مقاومت که تولید کننده نیست، مصرف کننده است، چی نشون میده به ما؟ میگه این آره اینقدر ولت مصرف میکنه، داد میزنه، اعلام میکنه. پس ولت سنج به دو سر هر کسی که بسته شه آمار اونو در میاره. حالا با این تفاصیل، اگر ولت سنج متصل به این مولده داره صفر نشون میده، یعنی چی؟ یعنی چی تولید نمیکنه؟ تولید میکنه، یعنی هر چی خودش تولید کرده خودش مصرف کرده، هیچی بیرون نداده. فهمیدید؟ پس یعنی چی؟ یعنی هر، یا بهتر بگم همه اپسیلون را مقاومت درونی 3 اوهمی مصرف کرده است. معنیش اینه، تو ذهنت میاد هر چی این بدبخت تولید کرد این 3 اوهمیه بلعید، نذاشت چیزی بیاد بیرون. خب آقا که چی؟ اون یکی باتری چقدر نیرو محرکش؟ سال کنکور ها، من در آوردی نیستا. اون یکی باتری هم اپسیلون نیرو محرکش. یعنی هر اپسیلون تونسته 3 اوهم رو تامین کنه. پس تو هم اگر عین این اپسیلونی، بچه اپسیلون 1 اپسیلون 2 نذاشته ها، جفتشون اپسیلون هم عین همه، پس تو هم میتونی چند اوهم رو تامین کنی؟ مثل داداش دو قلوت میگه منم 3 اوهم رو میتونم تامین کنم. خب چقدر تو دل خودته؟ چقدر تو دل خودته؟ میگه 1 اوهمش اینجاست، 1 اوهم از این 3 اوهمم اینجاست، پس بیرونیه باید چقدر باشه؟ باید 2 اوهم باشد که با 1 اوهم داخلیش همان 3 اوهمی بشه که این میخواد تأمینشون کنه. واه تموم. یعنی بیرونیه 2ه، مقاومت بیرونیه میخواد. خدا وکیلی نوشتن نمیخواست. میتونم تو 5 سال اخیر کنکور 5 تا 6 تا تست از این نکته برات بیارم، انقدر مهمه. یه بار دیگه سریع مرور میکنم، اگر ولتاژ خروجی 0 بوده، یعنی تمام اپسیلون صرف 3 اوهم شده. نگی اپسیلون مساوی 3 ها، این نیرو محرکه ولتاژ، اون مقاومته. اینجوری باید بگی تمام اپسیلون صرف 3 اوهم شده. پس اگر اونم اپسیلونه، اونم باید صرف 3 اوهم بشه. 1 اوهمش تو دل خودشه، چقدر باید بیرون داشته باشه؟ 2 اوهم. اگر 2 اپسیلون بود چطور؟ اگر 2 اپسیلون بود، اگر این 2 بود، یعنی مدار من این بود، همه اجزا این بود، نیرو محرکه این بود 3 اوم، این بود 2 اپسیلون، این آره بود 1، اون آر بیرونیه رو میخواست، بازم میگفت ولتاژ خروجی 0ه، چون 0ه یعنی تمام اپسیلون رو 3 اوهمیه بلعیده. حالا تو 2 اپسیلونی، هر اپسیلون چند اوهم تونسته کفاف بده تأمین کنه؟ 3 تا. 2 اپسیلون میشه چی؟ 6 اوهم، یکیش توه، 5 تاش بیرونه، میشد 5 جواب. این یه جورای تقسیم ولتاژه. اینو بپذیریم که هر مقاومتی، مقاومت‌های سری، هر مقاومت سری به اندازه سهمش از باتری طلب ولتاژ میکنه. یعنی اگر این 1 اوهمه، به اندازه سهمش، نمیگم 1 ولت میگیره، باید ببینی کل مقاومت‌ها چند اوهمه، 1 اوهم چه کسری از کل اونو داره طلب میکنه. یه تست خفن‌تر بزنیم، سوالات 2 مرحله‌ای. 10 دقیقه، اوکی. سوالات 2 مرحله‌ای سوالات خفنی هست که اینو حل کنیم. میگه در شکل زیر، اگر مقاومت رئوستا از 2R به 3R برسه، اون بیرونی اول 2R بوده، بعدش بشه 3R، اختلاف پتانسیل دو سر باتری چند برابر میشود؟ این یعنی ولتاژ خروجی از باتری، به عبارت دیگه یعنی خروجی از باتری برای کی میره؟ ولتاژ مصرفی آر خارجی. خب بیا اینجا، در ابتدا میگه این چقدر باشه؟ این 2R باشه. داخلی چقدر؟ آره.
بچه کلن چند آر مقاومت داریم؟ یه آر داخل، دو تا آر کوچیک بیرون میشن چند آر؟ سه آر. پس نیرو محرکت رو تقسیم بر سه کن. چقدرش بیرونه؟ دو سهم از سه سهم، یعنی دو سوم نیرو محرکه میره بیرون. این ولتاژ خروجی حالت اوله. یه بار دیگه میگم، یه دو آر بیرون داری، یه دونه یه آر داخل داری، سه آر کل مقاومت شماست. چرا بیرونیه برام مهمه؟ ولتاژ خروجی از باتری یعنی چیزی که بیرونی میخواد مصرف کنه. بیرونیه دو آره، چقدر کل دو آر؟ چقدر سه آره؟ دو سومشه. دو سوم نیرو محرکه رفت بیرون. دفعه دوم میگه چند بشه بیرونیه؟ بشه سه آر. داخلی که همون آر خودشه. حالا چند آر کلن داریم؟ یه سه آر بیرون داریم، یه دونه آر داخل داریم، میشه چهار آر. به هم بگو، باز بیرونی برام مهمه. بیرونی سه آره، چقدر کل سه چهارمشه؟ سه چهارم نیرو محرکه میره بیرون. سوال گفته چند برابر میشود، یعنی سه چهارم نیرو محرکه به روی دو سوم نیرو محرکه. دور در دور میشه 9/8 برابر. جواب گزینه سه، تست کنکور سراسری بوده. حالا برو باز فرمول بنویس. پریده. فرمول بنویسی به احتمال زیاد سوالت پریده. خب به هم بستن مقاومت رو من برم نیمه عمر رو بگم، چون خوش تستره. بعد فرصت کردم برمیگردم یه تستم از این به حل میکنم. دوستان عزیز توجه کنید، نیمه عمر ما عنصرهایی رو داریم که ناپایدارن. این عنصرها شروع میکنن به واپاشی کردن، از بین رفتن و متلاشی شدن. یه سری فرمول داره، من نمیخوام فرمول حلش کنم. شما یه تعداد هسته اولیه دارید، تعداد هسته های اولیه اون عنصر پرتوزا. هر یه نیمه عمری که بگذره، بچه نیمه عمر با تی بزرگ نمایش میدیم، هر یه نیمه عمری که بگذره، این نیمه عمر میتونه 5 دقیقه باشه، میتونه 1,000,000 سال باشه. هر نیمه عمری که یک مدت زمان مشخص برای هر عنصره، همه یکی نیستن، بگذره، این تعداد اولیه نصف میشه، یعنی باقی مونده میشه 1/2 این صفر. یه تیه دیگه بگذره، این نصف شده هه نصف میشه 1/4 این صفر و و و و همینجوری ادامه پیدا میکنه. حالا نکته اینجاست، بعضی موقع راجع به باقی مانده میپرسه که همین عددهایی که ما بهش میرسیم. بعضی موقع راجع به واپاشی شده میپرسه، یعنی مثلا بعد از دوتا نیمه اوم نمیگه چقدر مونده که تو بگی 1/4 اولیه مونده، دوبار نصف شده 1/4 اولیه مونده. میاد میپرسه بعد از دوتا نیمه اوم چقدرش دوچار واپاشی شده، متلاشی شده. خب معلومه 1/4 که مونده یعنی 3/4 پر، یه دونه کامل بوده دیگه، 1/4 مونده، 3/4 واپاشی شده. بریم چند تا تست ببینیم ازش. میگه که تعداد هسته‌های اولیه یک ماده پرتوزا 1600 تاست. اگر نیمه عمر این ماده 6 ساعت باشد، یعنی هر 6 ساعتی که بگذره نصف میشه، بعد از چند ساعت 200 هسته آن فعال باقی میماند؟ واپاشی شده رو نپرسیده ها، همون که باید بپرسه رو پر درست گفته، گولمون نزده. خب فرمولو بنداز دور، من که باشم ذهنی میرم. بذار یه بار ذهنی با هم بریم. برو نصف کن، از انگشتات استفاده کن، ببین چند بار نصف کنی 200 میرسی بهش. دفعه اول یه نیمه عمر بگذره میشه 800 تا، 1600 نصف کن میشه 800. یه نیمه عمر دیگه 800 نصف کن میشه 400. یه نیمه عمر دیگه 400 نصف کن میشه 200. رسیدی، انگشتاتو نگاه کن، 3 تا نیمه عمر رفتی، 3 6 تا میشه 18 تا، 18 ساعت. خواستی میتونی بنویسی ولی خدا وکیلی نوشتن نمیخواد. میشه 800، میشه 400 و میشه 200. تعداد جمله ها تو نشمر جان من، فلش ها تو بشمر. 3 تا تی سپری شده، 3 تا تی میشه 3 6 تا 18 تا. گول نخوری یا بعد از بعضی موقع میگه پس از مثلا 18 روز این اتفاق افتاده. حالا نیمه عمر رو بگو، کل زمان 18 روز بوده، تقسیم بر 3 کنی نیمه عمر میشه 6. یه دونه یه ذره متفاوت تر.
اگر 87.5% از هسته های یک ماده رادیواکتیو در مدت 24 ساعت واپاشیده شود، 87.5% واپاشیده شود یعنی چی؟ میکس این دوتا چی بهم میگه؟ یعنی 12.5% باقی بماند. اینو دریاب. نیمه عمرش چقدر بوده؟ بشمار با من از 100 شروع کن، بعد به 12.5 برسی. 12.5% باید بمونه. اولین نیمه عمر 50، دومین نیمه عمر 25، سومین نیمه عمر 25 و نصف کن میشه 12.5. سه تا نیمه عمر باید بگذره. بعد گفته تو مدت 24، دیدی؟ این 24 نیمه عمر نیستا، کل زمان سپری شده 24 ساعت بوده که معادل 3 تا نیمه عمره. پس نیمه عمر میشه 8 ساعت. یه دقت هم بکن روز و ساعت و اینا رو باش بازی نکنه، واحداش عین هم باشه. و یه دونم رو نمودار بهتون بگم، نمودار روبرو مربوط به یود پرتوزای. خیلی این سوال مهمه، گوش کنید. میگه N و تپرین چقدره؟ بیا اینجا ببین، اگر نمودار رو به پایین بود، این داره تعداد هسته های باقی مانده رو بهت میگه، چون رفته رفته هر چه زمان میگذره اینا کمتر میشن، باقی مانده ها کمتر میشن. اگه نمودار سعودی بود، این داره واپاشی شده رو بهت میگه، هر چی زمان میگذره بیشتر به فنا میرن. درست شد؟ برگردیم اینجا. این رو محور عمودیه، تپرین رو محور افقیه. تیکه تیکه بیا جلو. این نقطه 1، این نقطه 2، این نقطه 3، این نقطه 4. اول 1 تا 2 رو ببین. هر جایی که تعداد هسته‌هات نصف شده باشه، مدت زمانی که سپری شده دقیقا نیمه عمرته. پس الان نیمه عمر من 8 روزه، چون در ابتدا 2000 تا بوده شده 1000 تا، نصف شد. تو چند روز نصف شد؟ 8 روز. پس 8 نیمه عمرته دریاب. با یه رنگ دیگه بریم تا 2 تا 3 رو ببینیم. بچه یه بار دیگه نصف شده، 1000 شده 500. پس باید یه نیمه عمر دیگه سپریشه، یعنی یه به علاوه یه 8 دیگه باید بریم. پس تپریم میشه 16 روز. بعضی اینجا یه سوتی وحشتناک میدن که اسکولیاب براشون گذاشته. چی میگن؟ میگن این نصف چه این دو برابر میشه. آقا نگاه کن، 1000 شده 500، 8 دو برابر شده، شده 16. آها، نباید اینجوری بگن، تابع هموگرافیک نیستش که. میایم سراغ بعدی، بین دو نقطه بعدی. اینجا دیگه مجهولت رو محور عمودیه، باید از افقی شروع کنی. گوش کن، تو نقطه 3 عمودیشو داشتی و افقیشو نداشتی، از عمودی شروع کردم، 1000 شد 500، یه نیمه عمر دیگه باید بگذره. آقا اینجا 16 بود، درست این گویش من، 16 شده 32، چند برابر شده؟ 2 برابر. پس 500 هم باید نصف شه، بشه 250. درسته الان اینکه ما 16 به دست آوردیم، یعنی این و این حذفم، بعد بشه 250، یعنی گزینه 2 رو بزنم. با کمال احترام اسکولیابه. این 2 برابر میشه، اون نصف میشه چیه؟ نیمه عمری باید بری جلو، تیتی باید بری جلو. این اگه 16 تا 32 نباید بگیم 2 برابر. 2 تا 8 گذشته، به علاوه 8 به علاوه 8. ما شناسایی کردیم نیمه عمر 8ه. به ازای هر 8ایی که اضافه میشه، اون باید یه بار نصف شه. یه 8 اضافه شه، یه بار نصف میشه 250. یه 8 دیگه، این 125. دو بار باید نصفش کنی، یعنی گزینه 3 جواب ماست. عشقا، بچه‌ها، عزیزان، این مباحثی که امروز گفتم تست کنکور سراسریتونه. اگر دوست داشتید تا 10 امشب میتونید دایرکت بدید به پیج خودم، نه پیج مجموعه. میاریدم شما میگم تا 10 امشب میتونید دایرکت بدی و دیگه واقعا زمانی نیست، آخرین مهلته. میتونی تو همایش 2 روزه 30 و 31 خرداد فیزیک و 1 و 2 تیر ماه شیمی تو پیج آقای ترکیان به خود ایشون دایرکت میدید، شرکت بکنید. این همایش 115 تا تست احتمالی کنکور سراسریه از همه مباحث به صورت آنلاین برگزار میشه. آفلاینش هم تا روز کنکور میتونید 1000 دفعه ببینید. یه سری خدمات بعدی داره، اهم از برنامه ریزی که برای هفته‌های آتیتون انجام میشه و یه دونه آزمون شبیه ساز
که تیر آخره به کنکور 1401. من مطمئنم یه اتفاق خیلی خوبی تو فیزیک بچه‌ها با هر لولی که هستید تو سطح خودتون میفته. تا ساعت 10 شب تو پیج میلاد آندرلاین گندمی با دوتا آی دایرکت بدن، براشون شرایط ارسال میشه. تا 10 شب دایرکت ندن ها، الان دایرکت بدن تا همکاران پشتیبانی پیام بدن و بچه‌ها رو هزینه ای واریز میخوام بکنن کاری انجام بدن. تا 10 شب ما پنل رو میتونیم ثبت بکنیم. همکاران یه ذره صبور باشید خواهش میکنم، خیلی این چند وقته همکاران پشتیبانی تحت فشارن. صبور باشید، پیام برای شما میاد، لینک برای شما میاد، با همون شماره ای که به پشتیبانی میدید میتونید وارد پنلتون بشید. انشالله بتونیم یه دو روز خفن رو با هم سپری کنیم. من خیلی امیدوارم. قربون شما بچه ها، شب بخیر، خدا نگهدار. آه دارم منو؟ دارم. بچه ها برید زیر همین پستی که آقا سیو میشه دیگه، سیف میخوام به آتیش بکشید این پست رو تو پیج آی شفی. برید کامنت بذارید ببینم چی میگید، به آتیش بکشید، منتظرتونم. خدا نگهدار. بچه ها برید یه ساعت کوچیک داشته باشید، 10 دقیقه دیگه برمیگردیم لایو عربی رو براتون داریم.